داره. چون ملکی قبل از اون وجود نداره ولیه یا جنسیس. اگر ملک دوم دستکاری بشه، هشون ملک هم متقابلا تغییر میکنه و هیچ کدوم از ملکای بعدی معتبر نیستن. چون دیگه هشی که از ملک قبل به دستشون میرسه معتبر نیست. از این رو اگر یکی از ملکا کوچکترین تغییری کنه، تمام ملکای بعد از میشن. اما برای جلوگیری از دستکاری فقط استفاده از هش کافی نیست. امروزه کامپیوترها خیلی سریعن و میتونن در هر ثانیه صدها هزار هش رو محاسبه کنن. بنابراین امکان تغییر یک بلاک و محاسبه هش تمام بلاک‌های زنجیره برای معتبر شدن مجدد یک بلاکچین وجود داره. پس برای جلوگیری از این مشکل، بلاکچین از سیستم اثبات انجام کار استفاده میکنه که با وجود اون بلاک‌ها با سرعت کمتری شکل میگیرن. مثلا در مورد بیت کوین، محاسبات لازم برای اثبات انجام کار و افزودن یک بلاک جدید به زنجیره نزدیک به 10 دقیقه طول میکشه. این مکانیزم به کارو خیلی سخت یا تقریبا غیر ممکن میکنه. چون اگر که یک بلاک دستکاری بشه، لازمه که فرآیند زمان برای اثبات انجام کار برای تمام بلاک‌های بعد اون انجام بشه. از این رو امنیت بلاکچین به این بستگی داره که تا چه حد از هش کردن و مکانیزم اثبات انجام کار خوب استفاده میشه. یک عامل مهم دیگه هم در حفظ امنیت بلاکچین نقش داره. شبکه بلاکچین توزیع شده است و به جای استفاده از یک نهاد متمرکز برای کنترل زنجیره، از یک شبکه همتا استفاده میکنه که همه میتونن به اون ملحق بشن. وقتی یک نفر به این شبکه اضافه میشه، یک کپی کامل از بلاکچین در اختیارش قرار میگیره. این گره یا نود میتونه با استفاده از این کپی صحت اطلاعات دریافت شده رو تایید کنه. حالا میریم سراغ این که با تولید یک بلاک جدید چه اتفاقی میفته. بلاک جدید به نودهای حاضر در شبکه فرستاده میشن. سپس هر نود برای اطمینان از عدم دستکاری صحت بلاک رو بررسی میکنه. وقتی همه چیز بلاک بررسی شده رو به بلاکچین خودش اضافه میکنه، همه نودهای روی این شبکه یک توافق رو شکل میدن که کدوم بلاک‌ها معتبرترن و کدوم‌ها نه. بلاک‌هایی که دستکاری شده میشن با توافق همه رد میشن. بنابراین اگر کسی بخواد یک بلاک رو روی بلاکچین دستکاری کنه، یه رو هم با فرآیند زمان برای اثبات انجام کار تغییر بده و کنترل بیش از 50% این شبکه همتا به همتا رو به دست بگیره. اون موقع این بلاک هک شده دیگه مورد تاییده. پس میشه گفت که تقلبای این چنینی تقریبا غیر ممکنن. بلاکچین مدام در حال تغییر و تحوله. توسعه قراردادهای هوشمند از جمله تحولاتی که به تازگی رخ داده. این قراردادها برنامه‌های ساده‌ای هستن که روی بلاکچین ذخیره شدن و تبادل خودکار کوین‌ها مورد استفاده به سرعت توجه عموم مردم رو به خودش جلب کرد. خیلی زود بقیه متوجه شدن که این فناوری میتونه در زمینه‌های مختلف دیگه‌ای مثل ذخیره سوابق پزشکی، ایجاد یک دفتر ثبت اسناد و جمع‌آوری مالیات استفاده بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ارسیجی. خب ببخشید این صدا یه مقداری صدای ضعیفی داشت و من دیگه کارش نمیتونستم بکنم، به همین خاطر در این مشکل رو برخورد کردیم. حالا سعی کردم که کلن این موضوع رو شما که مثلا داستان اون بلاک جنسیس چیه و خدمتون عرض شود که خب من برگردم به تاریخچه پول فیات رو اینجا هم استارت بکنم. خب ببینید توی این دوره من پیشنهاد کرد، یعنی جزء اون سرفصلمون هست و مزایای این دوره، که من بالغ بر 200 ساعت محتوای کمک آموزشی به شما میدم. خب اینجا رو نگاه کنید، www.aparat.com/servatyar. این لینک هم جناب مهندس یوسفی زحمت بکشین اینو توی این قسمت لینک ها بذارین. دوستان هم به کانال یوتیوب مراجعه بکنن، هم به این خدمتون عرض شود آپارات،
توی این قسمت کلی مباحث مرتبط به بازارهای مالی هست، هم تو رو تحلیل تکنیکال کلی، همش هم رایگانه، تو یوتیوب هم همش رایگانه که شما بتونید از اینا استفاده بکنید. ما حالا یه خوردم عادت داریم مشق بدیم به خاطر اینکه دوستان این پنجشنبه و جمعه رو همینجوری نگذرونن دیگه، جسارت نباشه، ولی میخوام که نهایت، یعنی خیلی دوست دارم نهایت اطلاعاتی که میدونم رو به شما منتقل کنم. خب حتما اون چیزا ببینید. و ضمناً یه پیشنهادی دارم، اینکه اگر یه گروه روی واتساپ یا روی تلگرام درست بکنید، من یه سری ویدیوهایی که حالا از جاهای دیگه میبینم مناسبه میذارم، هم سوالاتونو اونجا میتونید مطرح بکنید که من تایم کلاس رو برای سوال جواب سوال ندم، اونجا میتونم جواب بدم. اگر رو تلگرام باشه که خیلی راحت تر، من این ویدیوهایی که از قبل ساختم، اون چیزایی که به دردتون میخوره سریع براتون میفرستم اون تو لینک یوتیوب هم که میدونید، بعد از این روش‌های خاص استفاده کنید تا بتونید دسترسی به اطلاعاتش داشته باشین. و خب محتوای با ارزشی هم اونجا به اشتراک گذاشته شده، یه سری آدم‌های پیشرو این حوزه را من بهتون معرفی میکنم که تحلیلای اونها خالی از لطف نیست که حتما مشاهده کنید. اگر یکی از دوستان زحمت اینو بکشه که یه گروه تو روی تلگرام درست کنه، بقیه را ات بکنه، از جمله تلفن من که همون 0937374714 هست، که سوالا رو دوستان اونجا مطرح بکنن، من هم به همه سوالا جواب میدم. و ضمن این گروه میتونه باشه آنگوین، ما بریم جلو، این 13-14 نفری که تو کلاس هستن سوالاتشون اونجا مطرح کنن، از همدیگه میتونن کمک بگیرن، چیز جدیدی پیدا کردن اونجا شیر بکنن. و گروه هم نمیخوایم شلوغش بکنیم، یه گروه 2-3 هزار نفر که 24 ساعت بخوان اطلاعات بدن، دیدیم بعد یه مدتی آدم خول میشه دیگه، از این گروه ها لفت میده. این گروه ها فکر میکنم اگه یکی زحمت بکشه تلگرام بهتره. آقای عقیقی ببخشید، اگر شما زحمتشو میتونید بکشین یه شماره تلفنتون رو بذارین، دوستان به شما پیام بدن، عادشون کنید، یه پرایوت گروپ درست بکنید که همه اونجا با هم باشیم که بتونیم سوالات جواب بدیم و ازش نهایت استفاده رو ببریم. خیلی ممنون، ممنون، متشکرم. حالا این کار رو انجام بدید. بله آقای عقیقی ببخشید، آقای علی عقیقی تلفنشون رو گذاشتن، دوستان بردارن بهشون توی تلگرام پیام بدن، یه گروه توی تلگرام درست میکنن که فقط خودمون هستیم، قرار نیست از این 14 نفر کسی اضافه بشتون، که حالا بتونیم اطلاعات با هم تبادل کنیم. تاریخچه بیت کوین هم که حالا ما فیلمشو دیدیم، ببینید 18 آگوست 2008 یه دامنه به نام bitcoin.com ثبت میشه، 31 اکتبر اون مقاله میاد که ساتوشی میزنه که چجوری میتونیم ارزش رو همتا به همتا منتقل بکنیم. 3 ژانویه 2009 هم بلوک آفرینش یا همون جنسیس بلوک، اون بلوک اولیه بود که هشش مال خودشه، چون بلوک دوم هشش مربوط به بلوک اول، بلوک سوم هشش مربوط به بلوک دوم بود، اون ایجاد میشه. و آخرین نفری هم که با ساتوشی ناکاموتو در ارتباط بوده، با حالا یه ویدیو در مورد اون هم خواهیم دید، اولین قیمتش 1309.03 بیت کوین معادل 1 دلار بوده. اولین تراکنش هم بین ساتوشی و هالفینی میخوره که این هالفینی آخرین نفری بوده که در ارتباط بوده با این برادر. و اولین تراکنش هم 22 می همون رفیق پیتزاخورمون بوده، 10,000 تا رو داده. الان این واقعا چه سوزشی داره، پپرونی بخوری با این 10,000 تا، و یه همچین خبطی رو کرده و پیتزا خورده و روز پیتزای بیت کوین شده. شبکه بلاک چین بیت کوین فقط در صورتی میتونه هک بشه و یه بلوک جدید و تقلبی توش وارد شه که یک نفر یا گروهی متحد بتونن کنترل 51% شبکه رو داشته باشن، که بتونن یه بلوکی مربوط به خودشونو بذارن و سریع تو اون 10 دقیقه بیان چیکار کنن، تایید پروف آف ورک بکنن و اون کوینشونو، یعنی اون کوین تقلبیشونو به اسم بیت کوین بزنن توی شبکه. این اتفاق احتمالش خیلی خیلی کمه و میبینید هر روز داره ماینرها اضافه میشن توی بازی و این بازی بسیار بزرگه. تو قسمت ماینینگ یه صحبتی هست، ایرانی ها مثلا چقدر از سهم این بازار رو دارن، یه آدرسای غلطی داده میشه که من بر اساس اطلاعات آماری وبسایت معتبری لایو بهتون میگم چقدر ماینر وجود داره. این نکته مهمی هست. و تازه اینا رفتارهای فصلی هم دارن که مربوط میشه به اون تحلیل فاندامنتال،
سر قضیهش میخوایم قشنگ با هم بحث کنیم. یه تیکه هم از دلار، از طلا و سنگ آهن بهتون میگم که این رفتارهای پترن مانند چجوری میتونه به شما کمک کنه تو گیم گرفتن. و بحث توان پردازش بالای کامپیوترهای کوانتومی که میگن اون میتونه تو اون 10 دقیقه بیاد اینا رو، اون هشا رو پیدا بکنه و به قول معروف بتونه این قفل رو بشکنه و خدمتتون هست از بلاکچین بیت کوین رو با مشکل مواجه کنه، که حالا یه تئوریه، باید ببینیم که این کامپیوتر کوانتومی واقعا میتونه همچین کاری انجام بدن یا نه. من توی صحبتام بارها از ارز دیجیتال و رمزارز استفاده کردم. میخوایم ببینیم کدومش صحیحه. کریپتوکارنسی هیچش واژه دیجیتال نداره. ما دیجیتال کارنسی داریم که ازش به عنوان حالا مثلا مثل پرفکت مانی و وب مانی، اینا پولایی هستن که کاربردهای متنوعی دارن. توی این یه فصل در موردش میخوایم صحبت بکنیم. ببری بیرون با صرافی خارجی که بهتون نشون میدم با کمترین قیمت تبدیلش بکنی به پرفکت وب مانی، پرفکت مانی یا دلار تتر یا هر کدوم از این استیبل کوین ها، برش داری بیاریش تو ایران به یه صرافی ایرانی بفروشی و سود بگیری. اینا اون فرصت های آربیتراژیه که توی بازار وجود داره، بعضی موقع هم به وجود میاد، همیشه نیست، و ازش میتونی نهایت استفاده رو کنی. حالا این ارز دیجیتال دیگه شده غلط مصطلح. من وقتی میخوام بنویسم، اگر ننویسم ارز دیجیتال بنویسم رمز ارز، از نظر هشتگی و رنکینگ گوگلی میرم اون ته، در صورتی که دارم یه کانسپت رو میگم دیگه. لاجرم همه داریم از این استفاده میکنیم، ولی بدونید، آگاه باشید که واژه صحیحش ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز هست، ولی خب به غلط دارن از ارز دیجیتال استفاده میکنن و این غلط مصطلح رو من هم دارم استفاده میکنم. اما میدونیم که معادل کریپتوکارنسی پول دیجیتال، پول مجازی، رمزینه، رمز پایه و ارز مجازی نیست. اینها معادل هایی هستش که شما میبینید تو ادبیات کریپتوکارنسی و توی اتمسفر این بازار داره استفاده میشه. خب همونطور که گفتم، پشتوانه دلار بعد از جنگ جهانی دوم شد طلا، و بعد نیکسون 1971 در دهه 1970 زد زیر همه چی و کلن شد پول فیات، و هر روز همین ارزشش داره کم و کم و کمتر میشه و میزان بدهی امریکا داره بالاتر میره. دقت بکنید، یکی از شاخصهایی که تأثیر داره، من یه ویدیو توی یه IGDP ویدیو بلند بیش از 1 دقیقه توی یه چیز گذاشتم، IGDP ثروتی ها توی اینستاگرام گذاشتم، در مورد عوامل رشد قیمت بیت کوین میگن که مثلا اون بسته کمکی بود که بابت کرونا میخواستن بدن، که حالا بعد ترامپ گفت نه، کنگره اول تصویب کرد، بعد ترامپ گفت نه، حالا رفته تو این دعواها که هم کنگره تایید کرد، یه خورده کمک کرد بیت کوین بره بالا. این بازخریده، میدونید ما توی بازار بورس ایران امکان شرکت ها امکان بازخریدشون ندارن، بجز مثلا این بانک انصار، این بانکایی بودن که ادغام شدن، شرایط خاص داشتن، اجازه ندارن سهم خودشونو بخرن. اما خب این استثناء قائل شد برای اینا که سهمشون جمع شد، چون ادغام می‌شدن تو سپه و شد سپه نوین.